بله جناب جنرال روزی، بسیار خوشحال هستم که بعد از مدت ها یک جنرال ارشد پلیس افغانستان که تجربه بسیار زیادی دارن به هرات تشریف آوردن. میخواستم در مرحله اول وضعیت امنیتی در حال حاضر که شما تشریف آوردین در چند روز گذشته چطور است؟ تشکر منظم روزا صاحب از سوال شما. ما مدت 5 روز میشه از پلزم دید مقامات زیسلا یعنی وزارت داخله و ریاست جمهوری، ما باعث محصول قماندان امنی ولایت هرات به هرات آمدیم. از روزی که ما آمدیم تا فعلا شما شاید از طریق رسانه هم خبر شده باشین، وضعیت در مرکز شهر باستان هرات در 15 ولسوالی تا فعلا خیر و خیریت است و وقایعی نداشتیم. ما در ظرف همین 5 روز یکی از شخصیت های شناخته شده هرات به نام آقای ناصری اختطاف شده بود. او را در 24 ساعت ما با 6 نفر اختطافگرها او را دستگیر کردیم و ناصری صاحب با فامیلش تسلیم کردیم. اختطافگرها با قانون دیروز و امروز با تعداد 11 من سلاح‌های مختلف موادای مخدر موادای انفجاری دستگیر کردیم. مجرمین را به پنجه قانون سپردیم. فعلا امنیت نرمال است در شهر هرات. من یک استراتژی مشخصی برای وضعیت امنیت و جلوگیری از اختطاف ها سر دست دارین. آیا در مرحله اول چی برنامه هایی برای جلوگیری از اختطاف و امنیت در دست دارین؟ در مرحله اول آمدیم برای اختطاف، ترور و بعض موضوعاتی که در داخل شهر هرات است. به مرحله اول تدابیر امنی در داخل شهر هرات با تفاهم رهبری ولایت، شورای ولایت و علما، شورای علمای جمع داریم با متنفذین و ارگانهای امنیتی اردو، پلیس، ریاست امنیت ملی. ما فعلا در تفاهم هستیم، مطابق کنیم همه که باید خود اما هنگ شویم دست با دست هم بتیم تا جلوی همین اختطاف و ترورایی که در قبلا شده جلوی را در آینده بگیریم. عقیده ما با دوستای دیگه هم گفتم، عقیده ما همین است که ما اول مردم با خود یک جای بسازیم. ما اگر تانستیم مردم با خود یک جای ساختیم، تمام اخشان مردم اگر ما تانستیم با خود بسازیم، انشاءالله و تعالی در مرکز هرات و در ولسوالیش حتما امنیت می آید. اگر مرکز مردم از ما فاصله داشت وقت امنیت می آید، لیکن بسیار با مشکلات. جنرال صاحب، گفته می شه که شماری از اختطاف ها در گذشته تنها کار مخالفان مسلح دولت یا طالبان نبوده، بلکه افرادی هستند که در هرات و در ولسوالی های مثل غوریان، کوسون و چشت در بعضی جاها هستند که اینا حتی گفته میشه که بعضی از اینا قبلا به عنوانی در گروه مجاهدین هم بودن و فعلا بیکار هستند. در مجموع افراد غیر مسئولی هستند که مسلح میباشند و در این اختطاف ها دست دارند. آیا شما در این رابطه مطالعات کردین که این تا چه اندازه حقیقت داره و چطور میشه با این مبارزه کرد؟ ما در جریان هستیم باعث یک افغان در افغانستان 35 سال اضافه داره، 36 سال است جار جنجال های سیاسی نظامی جریان داره. سلا شاید اینکه هر کس باشه و در 35 سال جنجال های سیاسی نظامی حتما بین گروپ های متخاصم بعضی عقده های شخصی هم وجود داشته باشه. یک طرف قضیه، دیگر طرف قضیه، اگر بعضی گپایی که ما در اینجا میبینیم در افغانستان شما میفهمین ما در سر تا سر افغانستان کار وجود نداره. گرسنگی، غریبی، بیچارگی موجود است و در ممالک همسایه هم که اینا مهاجر میشن یا آواره میشن و دو جنب باز دوباره کشیده میشن، مجبور بعضی کسا اعمال بعد از قبیل اختطاف گپا دست میزنن. اینا دو عامل دارن خلاصه. یکی عامل موضوعات نظامی و سیاسی گذشته در بین تمام گروه ها و گروپ ها، یکی مسئله گرسنگی و بیکاری. چیز میتونم بگویم که عامل بعضی جرم و جرایم و اختطاف و ایگپا شاید شود. جنرال صاحب، در چند روز گذشته شورای عالی نظامی هرات که شما در رأس بودین تصمیم گرفتن که موتورسیکل ها را برای مدت متوقف بسازن و طوری هم که معلوم شده این نتیجه داده. آیا امکان داره که همین پروسه را شما برای 3 ماه یا 6 ماه ادامه بدین تا اینکه واقعا معلوم شود که اکثر این حملات انتحاری و یا کشتار مردم به دست افرادی که گویا با موتورسیکل حمله میکنن این کاهش پیدا بکنه؟ ما خواهمادن 5 روز میشه اینا یک فیصله کرده بودن شورای نظامی برای 15 روز تمام موتورسیکل های داخل شهر ایراد باید توقف باشه، حرکت نکنه. فعلا هم همون پروسه ادامه داره، سوان هیچ موتورسیکل داخل شهر حرکت نمیکنه و تا جای مردم هم میگن که عامل بعضی ترورها شده موتورسیکل‌ها باشند. بعد از 15 روز با شورای نظامی جلسه خود میگیرد، تصمیم میگیرد.
ما در شورای نظامی تصمیم آینده نمیفهم چی تصمیم میگرن. ما نظر خودم همیست که اول خواهی نمی سایکلایی که متسایکلایی که جهاز اکثری بی اسناد است. این لمبر پلی جوازتای اسناد قانونی دولتی ندارن. باید اگر اجازه داده میشه اول باید این سایکلا اسناد پیدا کنه. مسئله دوم خب شرایط همون ایجاب میکنه اگر نیخوب مالش از هر رقم که حرکت میکنه. مرحله دوم اگر ما بتانیم همین موتورسیکلا توسط یک نفر باشه یا دو نفر با موتورسیکل یک جا حرکت نکنه، اگر ما بتانیم جلوی نمی گپا را بگیریم شاید بعضی مسائل از بین بره. همین 15 روز تقریبا 6 روزش مانده یا هم 6 روزش مانده تکمیل شود. من از شورای نظامی چی تصمیم نگیرم؟ من تصمیم گذاشته نبودم، کماندان صاحب دیگه بود. در آینده بینیم شورای نظامی در اکثریت چی تصمیم میگیرم. مگر ما تا جایی که ما در بین مردم در 5-6 روز هستیم، اکثریت مردم یعنی فیصدی اکثریت، خب یک تعداد مخالفی نماست، اکثریت طرفدار هستند که باید این متشکلات دوباره اجازه داده نشود. بله بسیار خوب تصمیم است و طوری هم که دوستای هراتی ما از طریق ایمیل یا از طریق تلفن با ما تماس میگیرن فعلا بسیار راضی هستن. ما به عنوان یک شهروند هراتی اگر بخوایم از شما خواهش بکنم که اگر شما گاهی وقت شبها که البته جزء برنامه شما هم هست خود شما شخصا بدون اطلاع قبلی از بعضی از ماموریت های داخل شهر ببینین، مردم اگر این چیز رو بشنون واقعا آسایش روحی برشان بیشتر میشه، نیت بیشتری از این ترتیب به وجود میاد. شاید یکی دو ساعت مبالغه نه دفتر خود بودیم دیگه، تمام روز شب تا ساعت 2 بجه 3 بجه هم هستم. همیشه شبی گذشته هم در منطقه این دو سوز و نمیفهم چی و مثل جنوب غربی ایراد بودم، شبی پیشتر طرف غربی ایراد بودم و پوسته ها تا فشار آوردیم، پوسته ها را تقویه میکنیم، با مردم تماس میگیریم. ما در شروع گپای خود گفتیم ما تا مردم نداشته باشیم، مردم در پلوی ما نباشه، برای من مشکل است که امنیت دارم. ما اینجا آمدیم، ما به خاطر دشتشتن به دفتر نامدیم و به امضا کردن نامدیم، فقط با مشوری حیات رهبری ولایت، شورای ولایتی، دوستایی که ما که در پارلمان هستن، وکلای پارلمان، نماینده مردم، با مشوری شورای علما، متنفذین قوم، هر روز در صحبت هستیم. همین روز هم 3-4 قوم آمده بودن، قوم نوردهی، قوم بلوچ، مردم داخل شهر و متنفذین داخل شهر. با هم میشینیم مشوره میکنیم، تصمیم میگیریم. ما در دفتر خود نیستم، همین فعلا هم نو که شما زنگ زدید، ما در داخل دفتر همین نو آمدم و تا یک ماه اول که پلانیم همیست که ما یک ماه اول خود باید در بین مردم، در بین شهر باشیم. بعد از یک ماه تغییراتی اگر در شهر آورده بتانم بالا در ولسوالی هم میبرایم. این تصمیم است. خب این تصمیم بسیار خوب است، انشاءالله موفق باشین. و به عنوان آخرین سوال و کوتاه، آیا فکر میکنین نبود یک والی در هرات یک خلای برای تقریبا متشنج بودن شهر یا بی امنیتی شهر نمیباشه؟ حتما، چرا نه. خوب شد که در یکی درست سالانوالی نه، سالانوالی هم نبود، ولی یکی از همه مردم های خوبی هراتی های شما یک سالانوال هم آمده، رئیس محکمی من جوان هم دارین، بخیر مقام ولایت هم. این تشکیلات دولتی که برای ولایت لازم باشه، این تشکیلات هر جزش کم باشه خالقا در ما بین نه. چرا نه، والی این معاوی فعلا سرپرست هم آدم خوبی است، آدم شبا شرف است، آدم یه محیط است. شما خبر دارین بسار طرف اینجا بحیث معاون والی است، آدم اما نام تشکیلات خودش یک رول خود در بین مردم میداشته، یعنی والی صاحب، خود والی صاحب در ما بین مردم کلمه همین کلمه در خودش یک رول میداشته باشه. پس خوب است که یک والی آدم خوب، کارگر، حتی اگر میشه از محیط دلسوز مردم باشه، چرا نه؟ فعلا موجودت عدد موجودت والی شاید تا اندازه خلای باوجود آورده باشه. بسیار تشکر جنرال صاحب روزی، بسیار خوشحال هستم که تانستم با شما صحبت بکنم، امیدوار هستم که موفق باشین و بتانین این وظیفه بسیار خطیر در ولایت هرات انجام بدین.